به نام خدا و سلام بر شما بیننده آخرین خط از نور رسید. حکومت از تشدید اختلاف تا برگزاری نشست شورای رهبری مصالحه در مورد روند صلح افغانستان، پس از گذشت 6 دور سفرهای زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان، شورای رهبری مصالحه از سوی حکومت وحدت ملی امروز در ریاست جمهوری برگزار شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در این نشست حضور ندارد. او که در یک سفر رسمی در اردن است، رئیس جمهور غنی امروز در ارگ ریاست جمهوری با نمایندگان احزاب سیاسی جامعه مدنی و شماری دیگری از چهره‌های مطرح سیاسی افغانستان نشست را برگزار کردند که در آن شورای رهبری مصالحه ملی تشکیل شده است. اعضای رهبری این شورا قرار است با زلمه خلیلزاد نیز نشست را برگزار کنند. زلمه خلیلزاد به پاکستان رفته بود و دوباره به کابل برگشته تا در مورد دور ششم سفرهایش با حکومت افغانستان و شماری از چهره‌های سیاسی در بیرون و درون از نظام مشورت کند. آیا گفتگوهای صلح نتیجه بخش خواهد بود؟ در عین زمان گفته می شود که ایالات متحده آمریکا به ویژه ترامپ در مورد دستاوردهای 18 سال گذشته حکومت افغانستان که ایالات متحده آمریکا نقش جدی در این دستاوردها داشته بی تفاوت است. در این زمینه بیشتر گفتگو میکنیم با آقای غلام فاروق مجرو عضو مجلس نمایندگان. سلام بر شما آقای مجرو، بسیار خوش آمدید. دور ششم سفرهای آقای خلیلزاد را شما چگونه ارزیابی میکنید و امروز هم یک نشستی در ارگ ریاست جمهوری با حضور چهره‌های سیاسی، رهبران احزاب سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی برگزار شده، آیا فکر میکنید ما به گفتگو با طالبان نزدیک شده ایم؟ گفتگوی مستقیم حکومت افغانستان با طالبان. به نام خداوند بزرگ و با عرض سلام خدمت شما و همکاران محترم شما، بینندگان عزیز، شما هم بخیر. خب شک نیست که در گذشته هم یک سلسله تلاش ها از سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که آقای زلمه خلیلزاد نمایندگی میکنه شروع شده بود و به دفعات مکرر به کشورهای منطقه و افغانستان سفرهای داشتند، در کشورهای فرای منطقه هم سفرهای داشتند تا بتوانند تمام کشورهایی که در قضیه افغانستان زیربط است به نحو امو نظریات از اینا رو با خود داشته باشند. در یه اواخر که در واقع گرم شده، بسیار گرم شده گفتگوها با طالبها و با حکومت افغانستان و جریان سیاسی افغانستان، یک شکل امیدواری ها هم پیدا شده و او عبارت از این هست که کسایی که قانون اساسی افغانستان قبول دارند و در زیر سایه نظام جمهوری اسلامی افغانستان زندگی می کنند، چی در داخل دولت و چی در بیرون از دولت، میرن که یک زبان مشترک پیدا بکنند. این بسیار مهم هست برای افغانستان و مردم افغانستان. جلسه هم که امروز در ارگ دایر شده بود، میبینیم که اکثرا کسایی که تا دیروز منتقدان بسیار سرسخت حکومت بودند، امروز گرد یک میز جمع شدند تا اینکه بتوانند پیرامون اوضاع سیاسی افغانستان و مذاکرات صلح با طالبان و نشست آینده قطر از یک زبان مشترک اونا حرف بزنند، یک موقف سیاسی واحد داشته باشند و این میتونه بسیار خوب باشه. از یک طرف برای حکومت بسیار خوب است که حکومت در واقع یک پشتیبانی بسیار کلان شخصیت ها و احزاب سیاسی و نهادهای مدنی افغانستان با خود میداشته باشه و از جانب دیگه برای احزاب سیاسی و سایر جریانهایی که در افغانستان فعالیت میکنن به اونا هم خوب هست که دولت در کنار خود دارن و در بیرون از افغانستان هم یک انعکاس خوب میتونن داشته باشه. به معنی که دولت و ملت افغانستان هم با هم بر یک موضوع کلان سیاسی مشترکاً میخواهند تصمیم بگیرن. شما دیدین در نشستی که در روسیه قبلا برگزار شد و تعداد از شخصیت های سیاسی به اونجا رفتن، واکنش های بسیار تند دولت افغانستان با خود داشت. حکومت وحدت ملی آقای مجروح میخواد یک نشست شورای جرگه مشورتی صلح را برگزار کنه. کسانی که امروز در این نشست شرکت کرده بودند باورشون بر این است که این جرگه یک جرگه فرمایشی و به نفع حکومت است و هیچ کمکی نمیتونه بر روند صلح بکنه، مخصوصا اینکه بتونه جریان ها و احزاب سیاسی را وارد گفتگوهای صلح به میان حکومت و طالبان بسازه. این نشست فکر میکنید میتونه یک تفاهم میان حکومت و جریان های سیاسی ایجاد بکنه در مورد روند صلح؟ ببینید
ما هر زمانی که به این نتیجه رسیدیم که نباید یک دیگر نفی بکنیم، اون زمان هست که در واقع ما میریم که پخته به پختگی سیاسی برسیم. خب بعد از حلقات بیشتر تلاش میکنند که همه چیز به دست خود از اونو باشه، چی در داخل حکومت و چی در بیرون از حکومت. بعد کسا در داخل حکومت تلاش میکنند که همه چیز به اونا تعلق داشته باشه و نمیتونن همیت یک بار گران اونا از زمین بلند بکنن. بعد شخصیت های هم در بیرون از حکومت فکر میکنند که همکاری افغانستان اونا هستند، که این غلط است، اشتباه است. هر کسی که در افغانستان زندگی میکنه، من حیث شهروند افغانستان هست، حق داره حرف برای گفتن داشته باشه. لوی جرگه مشورتی که صلح که دایر میشه، هرچند از لحاظ قانونی جایگاه در قانون اساسی افغانستان نداره، ما در قانون اساسی افغانستان یک لوی جرگه به رسمیت میشناسیم که هم امو حالات لوی جرگه و افرادی که در لوی جرگه اشتراک میکنند مشخص شده و او تصمیم گیرنده است. او نمیتونه بدون تصمیم گیری حکومت باورش داریم از چون این جرگه تصمیم نمیگیره بلکه مشوره حال. بده از او خاطر من میخواستم امیر من میخواستم بر شما بگم که این نشست لوی جرگه نیست، یک جرگه مشورتی برای گفتگوهای صلح است. خب حکومت افغانستان تا جایی که ما امروز از کنفرانس مطبوعاتی آقای داوودزی شنیدیم، او گفت که تمام نماینده هایی که برگزیده میشه از جانب حکومت برگزیده نمیشه، از جانب مردم برگزیده میشه، یا از جانب احزاب سیاسی، نهادهای مدنی مثلا اصحاب رسانه ها و اینا برگزیده میشه. اگر چنین باشه کار بسیار خوب است، فرمایشی نیست. به این معنا وقتی در سطح یک ولسوالی میگن 5 نفر از این ولسوالی بیاید به جرگه شرکت بکنه، با اون 5 نفر مردم انتخاب بکنه، ولو که اثرات خود حکومت هم بالای او مردم داشته باشه، باز هم میتونه به نحو امو قناعت امو مردم ولسوالی با خود داشته باشه. حداقل از این طرف یک بخش از مردم نمایندگی کرده میتونه. یک مسئله در مسئله مشروعیت یا عدم مشروعیت جرگه، ماده 65 قانون اساسی میگه که و رئیس جمهور میتونه در موضوعات مهم ملی و سیاسی به آرای عامه مراجعه بکنه. خب ولی میتونه که در زیر یک خیمه باشه، میتونه در سطح یک کشور باشه. بنان رئیس جمهور با استفاده از همه مواد قانون اساسی افغانستان این مردم رو خواسته. این جرگه یک جرگه تصمیم گیرنده نیست. ای جرگه چی از ای فیصلی ای جرگه الزامیت حقوقی نداره، ولی خب میتونه که نظریات تعداد زیاد از مردم افغانستان با خود داشته باشه و همین سیاسیون هم که امروز در ارک جمع شده بودن میتونن در یک جرگه بسیار کلان با یک دیگر بشینن، به مردم افغانستان حق بدن. مردم از دل دره‌ها و کوه‌ها و دشت‌ها و قرجات میایه، به نوع اونا رو قانع بسازن. وقتی شما میبینید در صفحات اجتماعی خیلی از مردم در برابر همین کسایی هم که میشینن و صحبت میکنن، در برابر از اینا هم حرفای برای گفتن دارن، مردم اینا رو هم قبول ندارن. اما چی میشه که همون مردم بیاین حرفای از اینا رو بشنون، حرفای مردم رو بیارن، خواسته های مردم رو از جاهای دور و نزدیک افغانستان بیارن و در یک جرگه مشورتی با گفتگو و مفاهمه با یک دیگر بشینیم صحبت بکنیم و از یک موضوع مشترک در برابر دشمن ما صحبت بکنیم، تا اینکه حداقل فردا اگر خدای نکرده کدام مشکلی آمد یا ملامتی پیش آمد، این متوجه به یک فرد یا به یک شخص یا به اشخاص نشه، متوجه همه مردم افغانستان باشه که خواست مردم افغانستان اینمی بود. با همین خواست ما به نتیجه رسیدیم یا نرسیدیم؟ در برابر روند صلح افغانستان وجود دارد که یکی شکنندگی ها بحثی نداشتن یک دیدگاه واحد در داخل افغانستان است، مخالفت حکومت با جریان ها و احزاب سیاسی. حالا فکر میکنید با تشکیل شورای رهبری مصالحه و برگزاری جرگه مشورتی صلح، این شکنندگی از این وضعیت بیرون میشه و خلایی که وجود داره در
داخل افغانستان این خلا را پر خواهد کرد؟ ببینید شما شکنندگی هایی که به افغانستان هست، اگر ما خواست باشیم به یک بارگی اینا رو همه پر بکنیم، یک حرف بسیار کلان هست. ولی این گونه نشست ها و تصامیم میتونه که بعد شکنندگی ها را درست بکنه، میتونه که فاصله ها را کوتاه بسازه، میتونه که یک زبان مشترک وجود بیاره، میتونه که یک فیصله مشترک وجود بیاره. به طور مثال اگر حکومت افغانستان میگفت که نه ما حکومت هستیم و از همی ملت افغانستان نمایندگی میکنیم، از این ملت رای گرفتیم و هر چی میخواییم فیصله میکنیم، برای خود صدمه میزد. به این معنی که هر گوش صدایی که در مخالفت با حکومت افغانستان بلند میشه، به نوع تقویت میکنه جانب مقابله و تضعیف میکنه حکومت. وقتی حکومت برای احزاب سیاسی و جریاناتی که امروز در افغانستان نقش بازی میکنن و به افغانستان حق دارن، به افغانستان رنج دیدن، به افغانستان خون دادن، این مردمی که درست هاشون ما شهید میدیم و اینا از خونهای خود بیجا میشن، ملت نان نداره بخوره، اینا هم حق داره. پس وقتی حق به مردم داده باشه، حرف مردم شنیده شوه، برای حکومت از همه بیشتر میتونه که اثرات خوب داشته باشه. حکومت فکر کنید که با جریان های سیاسی توافق کرد در مورد روند سال، اینکه چگونه این روند با طالبا پیش برده شوه؟ اگر طالبا نپذیرند، رئیس جای حکومت وحدت ملی در نشست در اردن گفته تا زمانی که طالبا وارد گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان نشوند، روند صلح به درستی شکل نمیگیره و کماکان جنگ در برابر ایراس افکنان و طالبان ادامه خواهد داشت. این گونه اگر طالبان نپذیرند باز چه خواهد شد؟ ببینید، یک بحث پذیرفتن و نپذیرفتن خواسته های جانبین است، یک نتیجه است یا عدم نتیجه، و جان مطلب به جای دیگه است. جان مطلب در وحدت و اتحاد مردم است. فرض بر این که بریم با طالب بشینیم و به نتیجه برسیم، نهاد مشروعی که از جانب مردم افغانستان با طالب وارد گفتگو میشه و با فیصله میرسه، خب دولت افغانستانه. خب کس دیگه نمیتونه، یک حزب سیاسی نمیتونه ایر به امضا برسونه، نه؟ این حال وقتی احزاب سیاسی هم پشتیبانی این دولت باشه، در واقع دولت و ملت افغانستان یک جانب قرار میگیره و طالب جانب دیگر قضیه. اگر به نتیجه رسیدن، خب بسیار کار خوب میشه. ای کاش بتانه ما روزی به نتیجه برسیم، هرچند من به این باورم که ولو که ما با طالب به نتیجه هم برسیم، ما با بخش از طالب به نتیجه میرسیم. با کلی از طالبانه؟ با کلی از طالبانه. چرا فکر میکنید؟ هستند کسایی که در داخل طالبا کمی حال مخالف این نظریه هستند. امی حال شما جنگای داعش و طالب در ولایت ننگرهار در می هفته گذشته شما شاهد بودین، جنگای بسیار خونین. به این معنی است که اینمی داعش هم در افغانستان حضور داره. کسای افراطیونی هستن که قبول نمیتونن بکنن. سیگر هم گفته این نگرانی را در یک گزارش سیگر ابراز کرده که اگر گفتگو با طالبان شود و منای پایان جنگ در افغانستان نیست. و مشاور امنیت ملی هم در یک نشستی در ایالات متحده آمریکا گفته و در نشستی شورای امنیت سازمان ملل متحد که گفتگو و مذاکره با طالبان و مصالحه با این گروه به معنای پایان جنگ در افغانستان نیست. باید جهان متوجه باشه که گروه های راست افکن دیگه در اینجا فعالیت میکنن. فکر میکنید آمریکا چقدر فشاری بر کشورهای تمویل کننده تروریسم وارد خواهد کرد، از جمله پاکستان که حکومت افغانستان انتظار داره فشار بیشتر به کشور وارد شود؟ باور من یک چیز است. یک، خب بحث داخلی ما هست که با همکاری کشورهای همکار بتانیم به نتیجه برسیم و یکی به نتیجه نمیرسیم. یا که بحث کشورهایی که در قضیه افغانستان منافعی دارند در جنگ، تمویل ببخشن ایمو قانون ساختن او کشورها مهم هست تا اینکه اونا منافع خود در صلح با افغانستان ببینن. اما قسم که شما گفتین، اول که ما با طالب وقتی به نتیجه هم برسیم به معنی از این نیست که ما جنگ در افغانستان تمام کرد. میشته که در بون اول وقت فیصله شد، آمادین حکومت شکل گرفت، اما جهان فکر میکرد که دیگه طالب قضیه ختم شد. دیدین که ختم نشد، یک رکود بود برای یک چند سال محدود و او پس شکستانده شد و دیدیم که وضعیت هر روز بدتر شده.
اگر ما بتانیم کشورهایی که منافع خود در جنگ به افغانستان میبینند با اینا به نتیجه برسیم که منافع خود در صلح جستجو بکنن، به یقین که قطع میشه، ریشه ها قطع میشه. وقتی ریشه ها قطع شد، خشک شد، کس دیگه به افغانستان نمیتونه صدا بلند بکنه، نمیتونه که تفنگ بزنه. ولی اگر ما او ریشه نتونستیم خشک بکنیم و کشورهایی که در افغانستان مداخله میکنن، او کشورها به مداخله خود ادامه بدن، در یک کشوری که فقر، جنگ، بدبختی، کندریزی سالها ادامه داره، در کشوری که زمینی سربازگیری به بهانه‌های مختلف بسیار میتونه سهل و آسان باشه، به یک قسم کشورها امنیت آوردن مشکله. باز به یک نظام دموکرات مشکله. برای یک نظامی که چه باشه، بر مبنای دموکراسی به وجود نیامده باشه، آسان‌تر هست. نظام هایی که با دموکراسی، با مردم سالاری باور داشته باشه، حقوق بشر مراعات شوه، نظام هایی که با جامعه جهانی تعهدات داشته باشه، میثاق های بین المللی بپذیرفته باشه، او تابع کنوانسیون های بین المللی در جهت های مختلف باشه، به یک قسم کشورها در واقع خشک کردن و زدن و کشتن و یک طرفه کردن کسایی که مخالف باشه بسیار مشکله. آقای مجروب، پاکستان یک انتظاری که از پاکستان میره این است که بیان بیا در روند صلح افغانستان را همکاری کنه. زلمه خلیزاد گفته که این کشور در سفرش به پاکستان گفته این کشور به روند صلح افغانستان کمک خواهد کرد، به وجه از ارتش پاکستان خواسته که در روند حکومت افغانستان را همکاری بکنه. اون پاکستان چقدر میتونه همکاری داشته باشه؟ مثل گذشته بازی های چندگانه و دوگانه را انجام خواهد داد یا این بار صادقانه تر؟ من بر شما یک چیز عرض بکنم، اگر آمریکا هم میگه به باور من اشتباه است، اگر سیاستمدارای افغانستان هم میگه اشتباه است، شکی نیست که پاکستان زیر یک بار فشار گران سیاسی و اقتصادی فعلا رنج میبره. وضعیت اقتصادی پاکستان بسیار بغرنج است. پاکستان زیر فشارهای کشورهای بیرونی میره که له بشه. شاید زیر فشارها یک سر چیزا بپذیره، اما چرا بپذیره؟ اگر پاکستان واقعا امو قسم یک کشور بیعقل و نفهمی بوده که سالها جنگ در افغانستان ادامه داده، سالها مردم افغانستان هم این حیث کشور همسایه دوست مسلمان ایر به رنج و غم شانده، حالا هم بیایه امریکا به گدگه تو همکاری که بگه چشم، چرا می کار بکنه؟ این منطق می حرف کجاست؟ پاکستان اگر منطق حرف فشار قرار بگیره میکنه؟ نه، منطق حرف کجاست؟ عامل باید پیدا شود. اینا دنبال معلول میگردن. عامل اصلی جنگ افغانستان یا دخالت پاکستان چی هست؟ ایر پیدا بکنن. تو دنبال میکنید پیدا کرده که چرا پاکستان میخواد در مورد داخل افغانستان داخل داشته؟ معلومه، معلومه چی هست؟ پاکستان چند چیز در میخواه. اول بحث آبهای هدر رفته افغانستان و پاکستان هست. وقتی در افغانستان یک حکومت قوی با پایه‌های وسیع به وجود بیاید، امنیت برقرار شد، خب طبیعتاً آبها را مهار میکنه، تنظیم میکنه و این برای پاکستان بسیار مشکل زاره، چون آب شیرین به پاکستان بسیار کم. یک. دو، بحث خط فرضی دیورند که تا هنوز هم این مشکل حل نشد. حکومت افغانستان هنوز در عمل افغانستان فکر میکنید که در مورد خط ببینید با پاکستان در جال و چالش باشد؟ من یک چیز برای شما بگم، اما کسایی که به گردن خود بار میکنن که خط وجود نداره یا مثلا خط ای از ما هسته و ما ایره جد پیکری ما هسته، ما اگر ما طرف حساب ممنوع هستند که اگر 100 سال بعد هم به فیصله برسیم، بالاخره در رابطه با مسائل ارضی و آبی ما باید به فیصله برسیم که برسیم. ما اگر 100 سال دیگه هم جنگ و خونریزی، خط فکر میکنید حکومت افغانستان حق به جانب است این خط فرضی است و هنوز به رسمیت نمیشناسه؟ من بر شما میگم،
ما راه های بسیار مختلف داریم که باید جستجو بکنیم که نمی کنیم. ما فقط صرف سر یک چیز تاکید داریم که نه اینمی قسم است. او میگه کمی قسم هست بیا. اینمی قسم طور با جنگ با خون ریزی پاکستان در نوار مرزی افغانستان واکنش حکومت افغانستان را در پی نداشت. سرکشی شده با حال بخش بسیار در بخش واکنش حکومت افغانستان در پی داشت نداشت، در صفات اجتماعی در پی داشت نداشت. بعد صاحب نظرها در این رابطه تحلیل های داشتن. عرض همه چی است؟ ما با میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی متعهد هستیم. ما فعلا عضو خانواده بین المللی هستیم. افغانستان امروز افغانستان 20 سال 30 سال قبل نیست. یک افغانستانی است که با جهان گره خورده، با جهان امروز در ارتباط هست، با کشورهای زیاد ما پیمانهای استراتژیک داریم، ما دوستای بسیار کلان در سطح جهان داریم، ما وافقت نامه ها داریم، کنوانسیون ها پذیرفتیم، به میثاق های بین المللی ما در اونجا هستیم. ما میتونیم که از راه های بسیار مشروع و معقول که هم بتانه اما اتوریته و حیثیت و عزت و جایگاه افغانستان هر بله امی چی داشته باشه؟ آقای مجروع اگر امی صدمه نزنه دور نشویم به این مشخصا در مورد گفتگوهای صلح صحبت کنیم که جرگه مشورتی صلح قرار است تا یک ماه کمتر دیگری برگزار شود. در حال حاضر تدارک دیده میشه از طرف حکومت برای برگزار این جرگه. امروز هم کنفرانس خبری داشتن کسانی که این جرگه را مدیریت میکنن معرفی شدن. این جرگه چقدر میتونه گریگوشا باشه برای اینکه حکومت افغانستان از یک حالت چندگانگی بیرون شود و یک حالت واحد و تصمیم گیری واحد شود در داخل افغانستان؟ بیان مشخصا بگن که در جرگه اگر این فیصله ها شد ما میپذیریم. ببینید شاید همه جرگه حلال مشکلات نباشه، اما یک چیزی هست صدها گرر باز میکنه. بی‌معنا اینی مو کسایی که میگه برای ما کس حق نمیده، میگه بفرما بیا حق بیا حرف خوب بده. اما دیوتی روستایی بیچاره ای که از جاهای دور افغانستان کس صدا از رو نمیشنه، نماینده از میاد درد دل از دور میگه به اینجا که ما چی میخوایم. اینمو رهبر حزب سیاسی که تا دیروز میگفته که حکومت خودکامه است و من میخوای همه چیز به دست ساده باشه، اون میای حرف خوب در اینجا میزنه. نشست روی رویی که با طالب قراره که برگزار باشه، هم از اینا مشترکاً با طالب میره صحبت میکنه. اینجاست که در واقع همین جرگه مشورتی صلح میتونه که حداقل اگر از تمام افغانستان نه، از یک قسمت از افغانستان، از یک قسمت از مردم افغانستان، از بخش از مردم نمایندگی بکنه. میتونه که حداقل نظریات مردم افغانستان رو با خود داشته باشه، میتونه که زبان مشترک به وجود بیاره، میتونه که فاصله ها رو بسیار کوتاه بسازه. این یک کار بسیار خوب است. مشوره، تفاهم، گفتگو، پای میز و دور یک میز نشستن کار بسیار خوب است. هم از لحاظ شرعی کار خوب است، هم از لحاظ اخلاقی و اجتماعی کار خوب است. و میتونه که خب اگر دیدن که حکومت میخواد که از یک چی بیاره، در واقع به نفع خود استفاده بکنه. گرچه من به این فکرم که حکومت چی میخواد استفاده بکنه، نمایندگانشون را در جرگه مشورتی صلح بفرستن. اگر حکومت میخواد در داخل افغانستان با طالبان گفتگو بکنه و طالبان هم وزیر سنگ با حکومت افغانستان گفتگو کنن، پس این گفتگوهایی که نهای وقت گرفت، شش دور سفرهای خلیلزاد و اینکه حکومت طالبان پای هم تاکیدشون بر این است که با حکومت افغانستان گفتگو نمیکنن، این به چی معنا میمونه؟ واقعا طالبان شرکت خواهند کرد؟ نه گفتگو نه طالب ها در جریان شرکت نمی کنند. تا به حال طالب ها قبول نکردند که به طور مستقیم با اعضای حکومت دیدن بکنند. به هیچ وجه اونا اینجا نمی آیند. ولی خوب حکومت افغانستان یک صدای خود کشید که ما ماده هستیم که اگر بیایم شرکت میکنیم بیاین با هم گفتگو میکنیم. یعنی حرف بد نبود، حرف بسیار خوب بود. از اینکه میگفت نه طالب در اینجا راه نداره، ای کاش عقل به سر طالب باشه بیای میگه بشینه، که نمی آید. به خاطر اینکه طالب می خواهد که از روند حمایت بکنه یا با کسایی بشینه که یک تضمین بین المللی هم پشت سر گفتگوها با خود داشته باشه. طالب هم می خواهد که
یک ضمانت به وجود داشته باشه، باید به توافق که میرسن. بنان طالب به اینجا نمیاد و خوبی کار به اینجا هست که در نشست بعدی که در دوحه برگزار خواهد شد، امی اعضای حکومت در جمع سیاسیون، در جمع سران احزاب، اینا با همدیگر یک جا با طالب میشینن. یعنی به این معنی که حکومت و سیاسیون افغانستان یک طرف است. نیست که از حکومت یا وحدت ملی که سر نشست شرکت میکنه نمیکنه. در نشست مسکو حکومت شرکت نکرده، نشست... مخالف نشست مسکو هم بود. ببینید بعد نشست مسکو تا نشست دوحه بسیار متفاوت هست. در نشست اولا که نشست مسکو به خاطر مخالفت یا به چالش کشیدن گفتگوهای صلح افغانستان از جانب ایالات متحده آمریکا برگزار شده بود. این خو یک مثلا. اما دوم مسکو گفت ما این نشست را برگزار نکردیم یا میزبانی نکردیم، فقط جای نشست مسکو تعیین شده که خب یکی ای هست، یکی ای هست گفت قطر این یک نقش را بازی میکنه. نه یکی او هست که یا مسکو یا قطر یا هر کشور دیگه حرف است که میزنه، یکی که عمل است که انجام میشه. واقعیت امر دیگه چیز هست. بنان نشست مسکو به خاطر به چالش کشیدن گفتگوهای آمریکا بود. و نشست قطر چگونه؟ نشست قطر خوینمی در واقع حمایت از این گفتگوهای آمریکا هست. ادامه نشست مسکو. ادامه نه ادامهش نشست مسکو نیست. ادامه مذاکرات و گفتگوها میان طالبا و احزاب سیاسی. نه. طالبا و آمریکا است. وقتی احزاب سیاسی میخواستن در اینجا شرکت بکنن، میخواستن که در اینجا حضور داشته باشن، نقش داشته باشن، خب طبیعتا با طالب رفتن در قطر هم میشینن. گرچه یک کاری که تقریبا از نشست قطر پیش از جرگه مشورتی صلح برگزار شود، میتونه در این نشست احزاب سیاسی از طالبان بخواهن و طالبان را متقاعد بسازن که با گپ حکومت افغانستان بلی بگه بیان در نشست یا جرگه مشورتی صلح شرکت بکنن؟ آیا واقعا در چنین خواستی اگر سر احزاب سیاسی مطرح شود برای طالبان خواهند پذیرفت؟ من خیلی باورمند نیستم، ولی اگر چنین چیزی شود کار خوبی است. ای کاش روز طالبان بیان همه گرد هم بشینیم، مثل افغانهایی که در گذشته ها مشکلات خود را حل میکردن در یک جرگه بشینیم، مشکل خود را حل بکنیم، با هم دولت بسازیم، با هم با مردم افغانستان خدمت بکنیم. سپاسگزار هستم. غلام فاروق مجروح از مجلس نمایندگان از حضورتان در این بحث. تشکر. و همچنان سپاسگزار از شما بیننده گرامی که تا حالا بیننده بودید. بخیر، خدا نگهدارتان.